طبق اخباری که طی هفته گذشته شنیدیم، آقای نبوی قوه قضاییه رژیم برای چندین تن از زندانیان سیاسی و همینطور هواداران مجاهدین احکام ضد انسانی اعدام صادر کرده. می‌خواستم ارزیابیتون رو تو این رابطه بشنویم. بعد هفته که ما پشت سر گذاشتیم، مثل هفته های گذشته موج اعدام ها ادامه داشته. طی این هفته 8 زندانی توی زندان های مختلف به دار آویخته شدن و به این ترتیب شمار اعدام شدگان شهریور ماه به 51 نفر رسیده و پزشکیان هم با یک کارنامه 180 اعدام روانه سازمان ملل شده. علاوه بر این اعدام هایی که صورت گرفته، طی هفته گذشته حکم اعدام دو زندانی از زندانی سیاسی توسط دادگاه انقلاب صادر شد. این زندانی سیاسی به نام های بهروز احسانی و مهدی حسنی توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران ریاست قاضی ایمان افشاری محکوم به اعدام شدن و این حکم به وکیل اونها ابلاغ شده. اتهام این دو تا زندانی بغی، محاربه و افساد فی الارض از طریق عضویت در سازمان مجاهدین و جمع‌آوری اطلاعات طبقه بندی شده عنوان شده. علاوه بر این دو زندانی، برای زندانی سیاسی دیگر محمد جواد وفای ثانی برای سومین بار حکم اعدام ابلاغ شده که این زندانی از قهرمانان بوکس کشور هست و این سومین باری که بعد از نقض حکم توسط دیوان عالی مجددا دادگاه حکم اعدام براش صادر کرده. محمد جواد وفای ثانی متولد سال 75 هست، قهرمان بوکس آموزشگاه مشهد. او در اسفند 98 در پی اعتراضات سال 98 توسط سپاه دستگیر شده و مدت ها زیر شکنجه و تحت فشار بوده. هر سه تا این زندانیان از هوادار مجاهدین خلق هستند و اتفاقا به همین دلیل هم حکم اعدام براشون صادر شده. علاوه بر این، یک زندانی سیاسی کرد به نام حاتم ازدمیر که اونم حکم اعدامش رو اعدامش تایید شده. این زندانی سیاسی پیش قبلا در شعبه اول دادگاه انقلاب خوی به اتهام بغی به اعدام محکوم شد. این حکم در اسفند 1401 توسط دیوان عالی رژیم نقض شده بود، اما مجددا این حکم توسط دادگاه اولی ابرام شد و تایید شد. به این ترتیب تنها طی یک هفته بر 4 زندانی سیاسی حکم اعدام صادر شده. به این ترتیب اینطور به نظر میرسه که نقش مسیر خامنه ای و نقش مسیر رژیم به خصوص در سالگرد قیام افزایش اعدام ها و بالا بردن تهدید اعدام بالا سر زندانیان سیاسی برای خاموش کردن و مهار جامعه است.